بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمبین سمدزاده هستم، استاد انستیتوت تکنولوژی کامپیوتر. مضمون که ما شما میخوانیم مضمون مهارت های اینترنت، و امروز به خیر به ادامه درس های قبلی خود شروع میکنیم از بخش گوگل درایو. ما در درس های قبلی خود راجع به اینکه چگونه میتونستیم یک ایمیل آدرس در جیمیل بسازیم یا در گوگل، و بعد از اینکه و همچنان بحث که چگونه میتونستیم ایمیل ارسال کنیم و یا دوباره دریافت کنیم، این موارد را بحث کردیم. امروز بخیر شروع میکنیم از گوگل درایو. گوگل درایو چیست؟ گوگل درایو یک سرویس گوگل است که در 24 آپریل 2012 این سرویس را اندازی شد. بر بنیاد این سرویس ما میتونیم معلومات خود، اطلاعات مهم و ضروری خود در کلاود یا اینترنت ذخیره کنیم و هر وقتی که خواسته باشیم یا نیاز داشته باشیم بتونیم دوباره او را از کلاود دسترسی برش پیدا کنیم و بتونیم او را دوباره بعد از بریم. خب وقتی که ما میگیم که گوگل اکاونت، گوگل درایو به صورت پیشفرض، یعنی به صورت اولیه با ما پوند به هر یوزر که یک جیمیل میسازه یا اکاونت در گوگل ایجاد میکنه مقدار 15 جی بی حافظه را به صورت رایگان در اختیارشان قرار میده که هر یوزر میتونه تا 15 جی بی دیتای خود در گوگل به صورت رایگان یا در کلاود به صورت رایگان ذخیره کنه و بعد از اون اگه خواسته باشه دوباره استفاده کنه، در جای قابل استفاده باشه میتونه که استفاده کنه. خب از 15 جی بی اگه دیتا باز بیشتر شد، باز ما باید اون رو از گوگل خریداری کنیم. در غیر از اون باز ما نمیتونیم که دیتای بیشتر از 15 جی بی رو در گوگل درایو یا در اینترنت که مقدار اینترنت که بر ما گوگل تعیین کرده اونجا ذخیره کنیم. خب امروز میریم میبینیم که در گوگل درایو ما چه کارهایی را انجام داده میتونیم. به خاطر دسترسی پیدا کردن در گوگل درایو ما باید به سایت www.drive.google.com بریم. وقتی که به این سایت میریم ما رو مستقیم راهنمایی میکنه به سایت گوگل درایو، یا در خود گوگل نوشته میکنیم گوگل درایو و بعد از او انتر، گوگل درایو و بعد از او نیکس. خب کلاود سرچ. خب میریم به گوگل درایو. منتظر میشیم تا که گوگل درایو باز شوه. drive.google.com حالا ما به گوگل درایو وارد شدیم. خب به خاطر از اینکه وارد گوگل درایو شویم ما گفتیم که یک ایمیل آدرس نیاز داریم. ما ایمیل آدرس خود در درس های قبلی ساختیم. ایمیل آدرس ما به این شکل بود: احمدی123543 و بعد از اون نیکس، بعد از اون پسورد خود باید میدادیم. حال وقتی که پسورد خود ارائه کردیم ما میریم وارد سایت گوگل درایو میشیم توسط ایمیل آدرس خود. حال با سایت drive.google.com رفتیم، منتظر میشینیم که سایت باز شوه. خب حالا سایت گوگل درایو با ما باز شد. فعلا در مای درایو، در درایو که من اینجا قرار دارم، هیچ کدام دیتای ذخیره نشده، هیچ نوع دیتا اینجا موجود
نیست، چون که ایمیل خود من نو جور کردم، نه دهی کدام عکس است، نه هم کدام دیتا را ارسال کردیم، نه هم کدام فایل ارسال کردیم، هیچ کاری نکردیم، پس هیچ دیتای همینجا قرار نداره. کاری که ما در درایو انجام دادم میتونم در گوگل درایو، در قسمت اول میمیریم یک نیو فولدر میسازم، یک نام برش میگذارم، میگم نام نیو فولدر ما باشه امپورتنت فایلز. خب حال یک فولدر به نام امپورتنت فایلز ایجاد شد. بخش آپشن بعدی، ما در این قسمت گوگل داکس، گوگل شیتز، گوگل سلایدز، گوگل فورمز داریم و همچنان مور. ما میتونیم که چی کنیم؟ یکی از اینا را ایجاد کنیم و در گوگل داد گوگل درایو خود ذخیره کنیم. فرض مثال ما میرم از بخش داکومنت، در بخش داکومنت باز دیتا را تکست تایپ میکنم و ایره ذخیره میکنم. باید مثل صفحه ورد باز شد. در این قسمت ما میتونم که یک تکس ایجاد کنم، خب حال بخاطر که اینترنت اکسپلورر را سپورت نمیکنه ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. خب خیر، اگر ما یک داشته باشیم یک براوزر دیگه استفاده کنیم، باز در اون قسمت ما میتونیم از این قسمت ها بتونیم یک دکومنت تازه ایجاد کنیم، در ذخیرش کنیم در گوگل درایو. میتونیم یک شیت یا شیت ما میفتیم به اکسل، در صفحات اکسل میتونیم دیتا ذخیره کنیم، محاسبات و در همینجا ذخیرش کنیم در گوگل درایو، یا سلاید ها و فرم ها را ما میتونیم که ایجاد کنیم در گوگل درایو خود ذخیره کنیم. خب آپشن بعدی که ما داریم اپلود فایل است. اپلود فایلز ما میتونیم چگونه میتونیم که یک فایل نو ایجاد کنیم یا اپلود کنیم. وقتی که ما کلیک میکنیم در این قسمت بالای نیو فایل اپلود و یا همچنان از این قسمت مای درایو فایل اپلود، از اینجا ما میتونیم که یک فایل به گوگل درایو خود اضافه کنیم. ببینید ما در این قسمت میرم در میروی صفحه از فولدر افغانستان یک عکس اپلود میکنم با گوگل درایو. وقت میگیره کم، یک مقدار وقت میگیره، ای با گوگل درایو اپلود شد. حالا ای برای همیش در همین اینترنت یا در کلاود موجود است. هر وقتی که خواسته باشم میتونم که دوباره حذف کنم و یا هم دوباره میتونم میره با دست بیارم یا ریسیف کنم. بعد از ما میتونم که یک از این قسمت نیو هم میتونم که یک فولدر نو ایجاد کنیم، یک نیو فولدر، و همچنان میتونیم که یک فایل دیگه رو اضافه کنیم، insert upload files desktop افغانستان open، و بعد از این میگم این فایل پی دی اف هم با ما چی کن در گوگل اضافه کن. یک اندازه وقت میگیره تا وقتی که اپلود شد در گوگل. وقتی که در گوگل درایو اپلود شد ما هر وقتی که خواسته باشیم میتونیم که از این فایل استفاده کنیم. در قسمت استوریج، در قسمت استوریج ما فعلا می 51 کی بی اف 15 جی بی یوز. ما گفتیم قبلا که 15 جی بی به ما گوگل خودش ظرفیت اجازه میده که ما تا 15 جی بی یک فایل میتونیم که با گوگل درایو تا 15 جی بی فایل میتونیم اپلود کنیم به صورت رایگان. اگر بالاتر از او شد باز ما باید ایره بای کنیم یا خریداری کنیم، در غیر از او باز ما نمیتونیم که استفاده کنیم از گوگل درایو. ریسایکل بین از این نامش معلوم است که اگر ما کدام دیتا را دلیت کرده باشیم باز این قسمت قرار میگیره. خب ما در مای درایو میرم. بعد از او چگونه فولدر را باز میکنیم؟ مثل دسکتاپ واره، مثل صفحه، مثل ویندوز واره. وقتی که دبل کلیک میکنیم بالای فایل، فایل یا فولدر ما باز میشه. خب حالا یک فایل نو در این فولدر اپلود میکنیم. اگر این دو تا این تصویر هم در این باید چی شوه؟ اپلود شوه در همین فولدر. حالا ما و یک تصویر دیگه هم فایل اپلود، این هم میگم در این فولدر اپلود شوه. موارد را که ما داخل فولدر ذخیره میکنیم، دوپلیکیت اپلود،
دوباره اپلود شد، یک عکس دیگه فایل اپلود، اینی میگم اپلود شد. اوکی، موارد را که ما در فولدر ذخیره میکنیم حالا مثل قبل در روی صفحه دیگه نمایش داده نمیشه، میتونیم که در یک فولدر به صورت جداگانه معلومات ذخیره کنیم. خب حالا چی میتونیم کرد؟ میتونیم داخل فولدر یک فولدر جدید ایجاد کنیم، میتونیم فولدر خود شیر بسازیم، یا میتونیم که فولدر خود رینیم بسازیم. مثلا ما میخوایم این رینیم بسازیم، بگوییم که موارد که در فولدر ما است راجع به کشور افغانستان است، یا دیتایی که ذخیره شده راجع به افغانستان است. میریم در مای درایو، نام فولدر ما به نام افغانستان تغییر کرد. همچنان میتونم از قسمت چنج کالر یک رنگ به فولدر خود انتخاب کنم، من میگم به این شکل باشه. خب آل رنگ فولدر ما تغییر کرد، وقتی که در این قسمت میم رنگ فولدر آبی شده، اون رنگی که من انتخاب کرده باشم اگر کرده بودم. اگر خواسته باشم دوباره تغییر بودم چنج کالر، قسمت چنج کالر یک رنگ دیگر برش انتخاب میکنم. میرم در درایف، رنگ فولدر ما هر رنگی که خواسته باشم تغییر میکنم. خب آپشن دیگه که داریم شیر است. از طریق شیر ما میتونیم که دیتای خود شیر بسازیم، یا همین فولدر خود یا معلومات فولدر که در این فولدر قرار داره ایره ما میتونیم شیر قرار بدیم. خب یک وقت میگیره کم به دی قسمت ما میتونیم آدرس، ایمیل آدرس و یا نام کسایی را که بخوایم با او شریک قرار بدیم. فعلا ما اگر استفاده کردیم قبلا اینه، میتونیم ایمیل آدرس و یا نام همون شخص را که بخوایم که ای ایمیل امرایش یا ای فولدر امرای شریک قرار گذاشته شوه، میتونیم اینجا نامش ایمیلش نشته کنیم و بعد از او سند ایچی میشه، ارسال میشه به همون کسی که خواسته باشیم که ایمیل دریافت کنه یا همین فایل ما را به صورت شیر دریافت کنه. و بعد از او گت لینک وظیفه‌ش این است که ما همین لینکش هم میگیریم و اگر خواسته باشیم در کدام قسمت دیگه شیر کنیم توسط از لینک، ما میتونیم در هر قسمت که خواسته باشیم شیر کنیم یک دیتا را. از بخش مفتو ما میتونیم که جدول خود در مای درایو انتقال بدیم. فعلا همین تصویر از در فولدر افغانستان، مای رایت کلیک میکنم، میگم مفتو باید در کدام قسمت بره؟ قسمت مفتو، این یک فولدر ما جور شد به نام کابل. اوکی مفهیر در این قسمت ای باید چی شد؟ انتقال داده شد. آل میریم در درایف، یک فولدر جور شده به نام کابل، ایره که باز میکنیم یک فولدر دیگه به نام افغانستان ساخته شده که ما از قبل ساخته بودیم، ایره داخل فولدر کابل موف کردیم یا انتقال دادیم. حالا که باز میکنیم فایل هایی که قبلا در فولدر افغانستان بود، حالا خود فولدر افغانستان داخل کابل، فولدر کابل موف شد یا انتقال پیدا کرد. و بعد از این از این قسمت ما میتونیم که فولدر خود دوباره پس ریموف کنیم و یا از بین ببریم، یا add to start که در ایمیل start که در ایمیل خوانده بودیم که چی میکردیم، میره به شکل استار، ایمیل های استار شده یا ستاره دار یا دیتا های ستاره دار ایره ذخیره کنیم. از بخش ریموف میتونیم که پس دوباره ایره ریموف کنیم و یا از بین ببریم. و همچنان از این قسمت رایت کلیک ریموف، ایره دوباره از بین ببره، فایل ما را پاک میکنه. ریموف فایل هایی که در گوگل درایو بود پاک میشه، تمامش میره در ریسایکل بن. از این قسمت میتونیم که برای همیش پس دوباره ریموفش کنیم یا دلیتش کنیم، و یا هم میتونیم ریستور کنیم به جایی که قبلا بود. خب این بود شیوه استفاده از گوگل درایو که ما چگونه میتونیم از گوگل درایو استفاده کنیم. درس ما در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.